مردم بیش از 50 شهر در روزهای گذشته به خیابان آمدند تا بتوانند با تغییر روزگار بهتری داشته باشند با سرکوب‌های حکومتی روبرو شدند. سرکوبی که همراه بود با گاز اشک‌آور، باتوم و دستگیری و البته مرگ برخی از معترضان. به این نقشه و نام‌ها، نام شهرها در واقع نگاه کنه. شهرهایی که احتمالاً پیش از این اعتراضات هرگز نام آنها را نشنیده باشیم. تویسرکان، قهترجان، درود، ایزه، شاهینشهر، خمینیشهر و البته کرمانشاه. 24 نفر که همچون سایر شهروندان در اعتراض به شرایط به خیابان‌ها آمدند، اما امروز دیگر بین ما نیستند. به همین راحتی. حکومت در تبلیغات رسانه‌ایش بارها اشاره کرده که تعداد معترضان خیلی کم بوده. این در حالیه که در یک هفته اخیر بیش از 1700 نفر رو بازداشت کرده. 1700 نفر که معلوم نیست کجا هستن، چه بلایی سرشون اومده و چه سرنوشتی در انتظار اونها هستش. 1700 خانواده که چند روز شب و روز ندارند و نگرانند. نگران از تکرار تجربه‌ای هولناک همچون آنچه در کهریزک 1388 گذشت. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین قهرمانی، احمد نجاتی، همگی جون خودشون رو در بازداشتگاه کهریزک از دست دادن. جوانانی که زنده وارد بازداشتگاه کهریزک شدن، شکنجه شدن و جوانیشان از دست رفت. امروز از اونها با گذشت 8 سال فقط یک اسم و یک عکس باقی مونده. به راستی نقش شهروندان چطور؟ در این میان چه کار میتونن انجام بدن؟ شهروندان چطور میتونن مانع از تکرار کهریزک دیگر شوند؟ آقای میثم همراه ما هستن. آقای میثم مثل اینکه یکی از آشنایانشون بازداشت شدن. میثم، میشه برای ما توضیح بدی که دوست یا اعضای خانواده‌ان که بازداشت شده در چه زمانی توسط چه گروهی بازداشت شده و اصلا به کجا برده شده؟ تقریبا روز یک شنبه شب بود که در ایجاد درود انجام شد. پسرم و یه بند تیر خوردن و به بیمارستان هفته تیر درود انتقال پیدا کردن. بعد تقریبا من شب خودم بالای سرش بودم تا فردا صبح ساعت ده که هیچ عمل جراحی چیزی انجام ندادن روی ایشون. بعد ساعت ده صبح اومدن گفتن کل بیمارا باید ترخیص بشن. پیش از اینکه عمل کنم میثم، هنوز عمل نکرده بودن در واقع؟ اصلا عمل نکرده. تیرها به صورت ساچمه‌ای بودن و توی بدنش تقریبا 8 تا ساچمه بود توی کمرشون. ساعت 10 همه ما رو بیرون کردن، نیروهای انتظامی و اطلاعات وارد شدن. بعد تقریبا نزدیک 1 ساعت و نیم ما بیرون منتظر موندیم. بعد در بخش واز کردن، رفتیم داخل، دیدیم هیچ خبری نیست. بعد با خبر شدیم که از راه‌های اضطراری کل بیمارایی که اونجا بودن و انتقال داده بودن وزارت اطلاعات. بعد ما ازشون دیگه بی خبریم. تا امروز چند تا خبرم بود که بردنشون زندان خرم‌آباد که اونجا هم پیگیر شدیم، تا الان خبری ازشون به دست آن نرسیده متاسفانه. اول که گفتن تیرایی که تیراندازی شده از طرف خود مردم بوده که با توجه به درگیری‌هایی که ما خودمون حضور داشتیم اونجا اصلا که این اتفاقی رخ نداد. یعنی شب اول که توی درود تظاهرات شد به صورت کاملا مسالمت آمیز و آماری که میگن کل ایران 42,000 نفر، من همون روز خودم، یعنی حتی کلیپاش هم هست، نزدیک 50,000 نفر توی درود تظاهرات کردن. از اون 50,000 نفر بعد 6 نفر رو شب اول کشتن. یعنی درگیری‌هایی که شد، نیروهای سپاه کامل به صورت مستقیم تیراندازی به چشم، به سر، حتی به نقاط پایین بدن هم نبود. بعد فرداش که درگیری ها اومدن، مردم اومدن، نیروی سرکوبگر و از سایر استان ها که دیدن اونجا خلوت‌تر شده بود آوردن تو درود. بعد درگیری ها به قدری شدید بود که اونجا اصلا مثل حکومت نظامی، همین الان هم سطح شهر درود بریم اصلا شب ساعت 10 به بعد اجازه نمیدن کسی تکون بخوره. حالا میثم، در مورد اتهام پسرعموی شما به شما توضیح داده شده که در به چه عنوانی الان در حال حاضر باز؟ یعنی ما حتی جوری بود که اون روز که بردن رفتیم بیمارستان های بروجرد که شهر نزدیک اونجا، گفتیم شاید جهت جراحی چیزی برده باشن بیمارستان های بروجرد. اونجا رفتیم سر زدیم، گفتن تقریبا 4 نفر اینجا هستن که اونا رو گفتن نه، ما رفتیم اینجا پیگیر شدیم، 4 نفر خیلی وضعشون وخیم بود، جز اون 4 نفر نبودن. خرم‌آبادم خیلی پیگیر شدیم، تا الان هیچ خبری. یعنی همون شب دقیقاً 70 زخمی از شهر درود انتقال داده بودن به سایر جاها که اصلا خبری ازشون به دست ما متأسفانه نرسیده. یعنی خیلی هم پیگیر هستیم، حتی
اون عموی من مثلا جانباز هستن، ایشون هم خیلی پیگیر شدن، هیچ گونه خبری از به دست ما نرسید، یعنی هیچ خبری نرسید. میثم برای شما که یکی از اعضای خانوادهتون حالا به شما به گفته شما که تیر خورده بازداشت شده و هیچ جایی ازش مشخص نیست، آیا رسانه‌های درون ایران هرگز اومدن شما بپرسن که آقا این بچه کجاست، چی شده، آیا اصلا به داد شما هیچ بخش از رسانه ایران اومدن؟ اصلا رسانه های داخلی متاسفانه از همون اول به دنبال فیلتر کردن تصاویر، حتی جوری بود که اومدن مثلا یه پیامی در مورد تلگرام هم گفتن که مردم خیلی خوشحالن که تلگرام فیلتر شده، بعد حتی با کسایی که مسابقه کرده بودن تیکه‌ای ازشو قرار داده بودن که بعد حتی طرفا اومدن اینو گفته بودن نه چنین چیزی نیست، مثلا ما 2 دقیقه مسابقه کردیم، اومدن 3 ثانیه‌شو برداشتن گذاشتن کنار هم که فقط نشون بدن مردم این اغتشاشگر بودن، آشوبگر بودن، در حالی که اصلا چنین چیزی نبود. سوال آخری که از خدمت دارم اینه که به هر حال یک خیزش مردمی بوده، افراد از اقشار مختلف، سنین مختلف، شهرهای مختلف حضور داشتن، حالا یه سری بازداشتن و یه سری هم خب جونشون رو از دست دادن، انتظار شما به عنوان یک خانواده یکی از بازداشت شدگان در این مرحله چیه؟ چطور میتونه از شما حمایت کنه یا چطور چه رفتاری میتونه انجام بده که در واقع حکومت رو ملزم به این کنه که دقت کنه در واقع حفظ امنیت جان بازداشت شدگان؟ ما انتظارمون از اینه که مردممون واقعا اگر رای هست اصلا بیان یه اعتصاباتی انجام بدن، یه کارایی بکنن که به حکومت فشار بیاد، یا نمایندگانی که حالا تو مجلس هست، من نمیدونم حالا مردم رای دادن رفتن اونجا، اگر هست همون نماینده شهر ما، اصلا من در این مورد حالا یک کلمه نشیدم ایشون بیاد بگه آقا این کسایی که کشته شدن، این کسایی که بازداشت شدن، فقط شنیدم 2 نفر از نمایندگان تهران اومدن یه سخنانی گفتن، اونم اصلا برای ما ارزشی نداره، فایده نداشته، الان فقط بحث اونا فیلترینگ تلگرام، بحث اونا اینه که نیروهای خودشون آوردن تو خیابونا دارن تظاهرات میکنن، به فکر جوانایی که الان بازداشت هستن و ما فقط ترسمون از اینه که حادثه کریزک یه بار دیگه رخ بده، که حتی امروز هم شنیدیم در زندان اوین یه نفر حالا کشته شده یا خودشو به دار زده، الان نگرانی ما دقیقاً مرسی از تو. بد نیست نگاهی داشته باشیم به برخی از ویدئوهایی که حکایت از تجمع خانواده بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین، بخشای از این ویدئو که مربوط چند روز گذشته هست رو با هم ببینیم. در شبکه‌های اجتماعی اسمای زیادی گفته میشه، لااقل 3 اسم گفته میشه که اینها جزو بازداشت شدگانی هستن که جون خودشون در بازداشت از دست دادن، اما اگر بخوایم اون چیزی که تایید شده توسط مقامات رو بهش اشاره کنیم، سینا قنبری است. همکارانم اگر تصاویر خبرگزاری ها رو هم داشته باشن، همونطور که می‌بینید نماینده تهران تایید بسیار باشی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که یک جوان 22 ساله در برخی منابع گفته شده 23 ساله در زندان اوین فوت شده، او توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود، به قوه قضاییه تحویل داده شد و در بازداشتگاه و یا قرنطینه زندان اوین جون خودش را از دست داد. آقای محمود صادقی نماینده تهران هم در این مورد توییت کرده، توییتش رو می‌بینید، میگه که مرگ او تایید شده، میگه به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار میدهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنند. بریم به اظهار نظر یک مقام قضایی در این زمینه. آقای محبی گفته که این فرد سینا قنبری خودش رو حلق‌آویز کرده در دستشویی قرنطینه، که خب به اندازه کافی این اظهار نظر عجیبی است. چرا کهریزک مهمه؟ به خاطر اینکه مثلا محسن روح الامینی که خودت هم اشاره کردی، قاضی محمد حیدری فر گفته بودش که اگر گفته بود که پسر کیه آزاد میشد، اما به ما گفتش که یک جوان دیپلمه بیکاره. یعنی رسما داره میگه که اگر کسی وابسته به مقامات نباشه طبیعیه همچین اتفاقاتی براش بیفته، یعنی جونش از دست بده، و اگر گفته بود که پدرش که از مقامات ما آزادش میکردیم. مسئله بعدی که شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار بهش اشاره کرده این بحثه که میگه که سعید مرتضوی و همکارانش از جمله همون قاضی حیدری فر گفته بودن که اینهایی که در کهریزک مردن بر اثر مننژیت مردن. بعد
پزشکی که گفته بود نه اینطور نبوده، اون پزشک هم کشته شده. بله. و این مسئله مشکوکیه. و آخرین مسئله رو از زبان یک عضو شورای شهر تهران با هم بررسی کنیم. خانم خدایی هم هشدار داده، گفته با خاطری تلخی که مردم از کهریزک و سرنوشت روح الامینی ها دارن بسیار نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر یا یک همسلولی و عرازل اوباش اشتباه کند و خدای نکرده اتفاق غیر قابل بازگشت حادث شود. میدونی که در کهریزک این اتفاق واقعا افتاد و در نهایت 200 هزار تومان آقای مرتضوی جریمه شد. اما این همه سابقه قضیه نیست، پیش از این هم اسامی بسیار زیادی داشتیم. خانم زهرا کاظمی علنا در مجلس ششم ایران نماینده مجلس گفتش که بر اثر ضرب و شتم بازجوها و شخص آقای مرتضوی ایشون به قتل رسیده، اما هیچگاه این پرونده به سرانجام نرسید. ستار بهشتی ها رو داریم، کسای دیگه هم داریم که در زندان کشته شدن. و محسن روح‌الامینی شاید اگر پدرش در نظام نبود شاید اصلا این پرونده کهریزک هم لااقل اینقدر مطرح نمیشد، افشا نمیشد. فرشاد از تهران همراه ما هستن. آقای فرشاد بفرمایید که میدونید اعضای خانواده دوست شما که در بازداشت به سر میبره توسط چه گروهی بازداشت و در حال حاضر در کجا هستش؟ هیچ خبری ازشون دارید آیا؟ من چون خودم سال 88 بازداشت شده بودم و کاملا با این شرایط بازداشتی ها آشنا هستم و الانم یکی از دوستای خیلی صمیمیم بازداشت هست، حتما میخواستم با شما تماس بگیرم و این مطلب رو در میون بذارم. اون موقع ها یادم میومد که یعنی با ما از یه جوری رفتار میکردن که با حیوانم اونجوری رفتار نمی‌کردن. معذرت بخوام این لفظو میگم، ولی واقعا با حیوان‌ها هم اونجوری رفتار نمی‌کردن. تو اتاقهای یک متر در یک متر به صورت چهار دست و پا ما نشسته بودیم و نمی‌ذاشتن ما از اونجا خارج بشیم، حتی واسه دستشویی که رفتن، حتی واسه آب خوردن، حتی واسه غذا خوردن. الانم دقیقاً می‌بینیم که دارن با همین بازداشتیان همینجوری رفتار می‌کنن. ما خبر نداریم ازشون، ولی هیچ اطلاعی به ما نمیدن، فقط میدونیم بازداشتن. خب آقای فرشاد، شما یه تجربه مشابهی رو داشتید، چطور میشه پیگیری کرد که در نهایت منجر به حوادث ناگواری همچون کهریزک نشه؟ به هر حال آیا عملا در بازداشتگاه میشه فردی با خودش طناب ببره واقعا توی قرنطینه مثلا؟ اصلا اجازه نمیدن با خودت حتی یک نخ ببری، حتی نمیذارن ناخونای تو بلند باشه. یعنی به هیچ عنوان امکان خودکشی وجود نداره داخل بازداشتگاه های ما. اصلا این یه دروغ محضه. ببینید من نمیتونم اسم دوستمو بگم چون میترسم روش حساس تر باشن، خب واسهش مشکل پیش بیاد. ولی نگاه کنید تو سال 88 روزهای اول مردم ما رو فراموش کرده بودن. الان من روز 9 دی دوست منو بازداشت کردن، دقیقاً شاید تو فاصله سمتی من یهو بسیجی‌ها کشیدنش و یه حلقه دورش تشکیل دادن، یک حلقه دو سه نفره، یعنی هر لایش چند نفر بودن و مردم نمیتونستن به اون نفوذ کنن و فوری واسه سوار ونش کردن و بردنش. فقط ما اطلاع پیدا کردیم که بازداشته. تنها کاری هم که میشه کرد اینه که مردم فراموش نکنن. تعداد خیلی کمه جلوی بازداشتگاه اوین. ما دوست داریم بیشتر باشه، خوبه نسبت به سال 88 خوبه، ولی واقعا بیشتر باید باشه. کاربری به نام پدرخوانده میگه آدم یک شب توی کلانتری که بازداشت میشه بند کفش، کمربند و هر چیزی که امکان خودکشی باهاش باشه رو ازش میگیرن. این که میگن طرف تو زندان خودکشی کرده توهین به شعور ماست. فاطمه مهدیانی سردبیر خبرگزاری ایلنا میگه که از صبح برای پیگیری خبر جوان فوت شده به اوین زنگ میزنیم، به هر مسئولی که موظفه جواب بده، اما همشون یا اعلام بی اطلاعی میکنن یا میگن از قول ما چیزی ننویس. یکیشون میگه با مشمع پلاستیک خودشو کشته، یکی میگه قاچاقچی بوده. خلاصه لیست امیدی ها معاون روحانی در حقوق شهروندی شما کجایید؟ و مریم عبدی هم میگه دانشجو بوده یا نبوده، معتاد بوده یا نبوده، سابقه خودکشی داشته یا نداشته، هیچ کدوم مهم نیست. وقتی هر کس به هر دلیلی دستگیر میشه، مسئول حفظ جون شمایی آقای مسئول. شیوا نظر آهاری نوشته سینا قنبری چه خودکشی کرده چه به دلایل دیگری فوت کرده باشد، مسئولیت مرگش مستقیما با قوه قضاییه و سازمان زندان هاست. اکبرین هم میگه حتی اصولگرایان هم جرأت ندارند وقتی خبری از جنس کهریزک منتشر میشود با اطمینان تکذیبش کنند، چون میدانند هیچ کاری از نظامشان بعید نیست. حداکثر اینکه خود را آماده میکنند بعد از تایید خبر احتمالی خود را از بار اتهام خلاص کنند و با کشف یک خودسر یا خودجوش
پرونده را ببندند. این فایل صوتی کوتاه را ما هم بشنویم. این کسایی که بازداشت شدند همه به خاطر ما رفتن خیابان و به خاطر آزادی ایران زحمت کشیدن و الان تاوانش اونا نباید فقط تنها پس بدن، بلکه ما با ادامه نافرمانی های مدنی و به روش های مختلف، حالا ممکنه تجمعات باشه یا اعتصاب ها، باید بتوانیم از اونا دفاع بکنیم. ما نباید این انقلابی که الان شروع شده باید ادامهش بدیم و بتوانیم تا پیروزی انشالله این ادامه بدیم. آقای محمد یکی از اعضای خانواده‌شون بازداشت شدن در طی اعتراضات اخیر. محمد میشه بفرمایید که آیا در جریان هستید کی توسط چه گروهی بازداشت شده و در کجا به سر میبرن از عضو خانواده‌تون؟ من بیش از 4 روزه الان 4 روزه میام میرم. فقط به من گفتن یه سند بذار فلان بذار، گوشتم. دیروز گفتن 10 شب مرخص میشه، نیومده. بچه داره دق میکنه اونجا، مریضم هست، باید بیمارستان ببرم. امروز گفتن ساعت 8 یا 7 غروب میاد، الان ساعت 11 تلفنش هم خاموشه، بیرونم نیومده. من میخوام به تک تک نماینده های مجلس بگم که شما با رأی ما ملت داخل مجلس رفتین، سکوت کردین، الا آقای صادقی داره صحبت میکنه، بقیه‌تون سکوت کردین. شما از ضد انقلاب و از فاشیست بدترین برای ما، چون کدوم نماینده خفه بشه داخل مجلس؟ یعنی چی کارتون کردن با شما؟ چی کار کردن که نمیتونین صحبت کنین؟ ما ملت باید زنگ بزنیم به صدای آمریکا حقمونو بخوایم. کی گفته اینو؟ الان من تا ساعت 4 بعد از ظهر بودم در همین زندان. به من گفت آقا برو تا 5 یا 7 غروب بستو مرخص میکنن. چرا دروغ میگین آقایانی که در رأس کارین؟ 40 سال به ما دروغ. مردم ایران خواهش میکنم، من دست و پاتونو میبوسم، التماس میکنم هیچ وقت حرف اینا رو از این ساعت به بعد گوش ندین و به این کاراتون پایان و خاتمه ندین. کف خیابون باید حق ما رو بگیریم، و الان مگر من چند بار برم اونجا بشینم؟ چند بار من برم اعتراض کنم؟ آقای محمد به شما گفتن که چرا بازداشته و اصلا در حال حاضر که در بازداشت به سر میبره از حقوق قانونی خودش در واقع استفاده داره میکنه؟ آیا وکیلی داره؟ اتهامی داره؟ شرایط به چه صورته؟ اصلا حقی به ما نمیده. من 2 بار که رفتم داخل، حتی انگوشتر دستم اجازه نمیدن انگوشتر دستم ببری تو. بعدم کاری به کار پسر من نداشتن. 3 روز گذشته زنگ زده گفته حالم خوبه، اما میریم داخل اونجا، من به خاطر یه سری مسائل امنیتی اون شعبو نمیگم. پسر من اونجا با من اول پرسی کرده، خوشیان گفتم غروب مرخص میکنیم. الان که من اومدم سند فلان گذاشتیم اونجا، الان همه خانواده عزاداریم که اینو آزاد میکنم یا میکشم. مثل این بکشم مثلا نیست، همین الان بگن کشتن پسر منو. پسر من خانوادم فدای ایران، ملت ایران، فایده نداره. با خدا گولمون زدن، به پیغمبر، به پیر گولمون زدن. دارن میگن که ما کاری برای شما میکنیم، میخواد با یه تخم مرغ ما سر ما رو کلا بذاره. نمیخواد آقا، نه پولتون رو میخواد، نه چی، پول نفت هم مال شما، فقط جون اون دیگه آزاد کنین. آقا مگه ما گناه کردیم اومدیم شما رو آوردیم سر کار؟ مگه چی کاره بودین شما؟ واقعا چی کاره بودین الان در رأس مملکت هستین؟ ما بریم خفه بشیم، هولت میدن اونجا باید مثل یه اسیر. واقعا من برادرم اسیر بود عراق، اینجوری رفتار نکردم باش. هولت میدن، پشت میدن، یارو میگه برو گم شو. مگر من چیکار کردم؟ بچه‌مو گرفتین، خودم بگی اعدام کن دیگه. مگه ما ملت ایران چی خواستیم از شما؟ هیچ کاری برامون نمیکنین. تو زندانم بچه‌مونو میندازین، میایم به حقمون هم میخوان. میگه برو کلا سر من نمیذاریم. با خدا آقایان حاکم، کلا سر خودتون میذارین، خودتون نابود میشین با این کارتون. چرا که ماها دیگه دلمون سفید نمیشه، با هیچی سفید نمیشه از شما. ملت خواهش میکنم، تمنا میکنم در تمام ایران کوتان نیاین، چرا که این اصلا هیچ حقی به ما نمیدن. چرا من باید با آمریکا خواهش کنم، با تلویزیون آمریکا التماس کنم حتی منو بگیرم؟ باز هم راجع به سینا قنبری است. میسن بهروش میگه به تحقیق مگه سینا قنبری 23 ساله رو نمیتوان و نباید به سرکشی یا خودسری یک بازجو تقلیل داد؟ از این رخدادا انقدر پیش آمده که دیگر از حالت موردی خارج شده. گاهن
شکنجه گاهن مرگبار از سیاست های جا افتاده حکومت در قبال مخالفان است. جالب است که جمهوری اسلامی یاد نمیگیرد. فرید اکرمی پور هم میگه جالبه بدونید که تمام سلول های انفرادی تا عمومی و هواخوری اوین با دوربین مداربسته کنترل میشه، حتی سرویس بهداشتی از چندین مانیتور هم کنترل میشه. یک، افسر نگهبانی بنده مربوطه. دو، اتاق دوربین. سه، یگان حفاظت. این فایل صوتی کوتاه هم با هم بشنویم، برگردیم به تماس های شما. من هنوز از دوستان خبری ندارم، خیلی هاشون رو اصلا نمیدونم کجا بردن. خانواده هاشون سخت ناراحت و درگیر این مسئله هستن و هیچ گونه جوابی هم بهشون داده نمیشه، حتی نمیگن که کجا بردن، چی شده، چه اتفاقی برشون افتاده و همه خانواده ها دنبال عزیزانشون هستن. به احواز بریم. آقای هانی از طریق تلفن همراه ما هستش. آقای هانی بفرمایید که دوست یا عزیزانتون که در بازداشت هستن در چه شرایطی هستن؟ آیا خبری دارید؟ میدونید توسط چه گروهی بازداشت شدن؟ کی بازداشت شدن؟ شرایطشون به چه صورته؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. سپاس. متاسفانه ما خبری نداریم ازشون، یعنی نه اینکه نداریم، همش این نوبتی داریم شیفت گذاشتیم دمه جایی که بازداشت گذاشتن. یک سوله هست و نامعلوم به قولی که کجا هستن، شاید اونجا باشن شاید نباشن. دلیلش حالا این که مثلا این بچه اومده به خاطر این که یه حقی بگیره، اومده یه چهار تا نمیدونم سنگ زده تو شیشه فرمانداری و این دوستان عزیز که میگن ادامه بدیم راهشون رو درست میگن. من به نظرم نباید بذاریم کسایی که آرامش اومدن تو خیابون اینها به مفت در برن، باید اونقدر آتیش بزنیم، اونقدر شیشه خورد کنیم. آقای هانی البته ما بیشتر میخوایم بپردازیم به بحث این، به نوعی این صحبتایی که میکنیم به نوعی تشویق به یک سری اعمالی که خب در هیچ جایی در اعتراضات هم حتی خیلی از کشورام که خیزش مردم رو حمایت کردن عملا در واقع چنین مباحثی رو تایید نمیکنه. اما آیا شما به چه مراکزی سر زدید؟ پاسخشون در مورد فرزند شما چه بوده؟ آیا با فرزندتون تونستین یا با عضو خانواده‌تون یا دوستتون تونستین صحبت کنید؟ کجا که سر نزدم. من بهم جوابی که بهم میدن میدونی چیه؟ میگم باید فرق باشه بین بچه که تو که میدونم اومده یک نمیدونم مکان دولتی عمومی رو تخریب کرده با اونی که آرامش اومده تو خیام. چه فرقی هست بین اینا؟ کی گفته باید فرق باشه بین بچه من و اون کسی که آرامش داشته؟ اون آرامش داشته آدم بی جرأت و ترسویی بوده. مهناز افشار هنرمند سینما و تلویزیون از جمله چهره‌های هنری است که موضع گیری کرده، گفته هیچ توجیهی برای مرگ یک جوان 23 ساله آن هم در قرنطینه زندان اوین قابل قبول نیست. و کاربری به نام کافه نوشته که این جوان 23 ساله در قرنطینه اوین به دلایل نامعلوم جان داد. علاوه بر حکومت که مسئول مستقیم جان زندانیانه، من شما و هر کس دیگه که سکوت کنه در ساختن کهریزک دیگر سهیم هستیم. روایت برادر یکی از بازداشت شدگان رو با هم بشنویم. سحرگاه 13 دیماه بود که ساعت 4:15 به صبح بود، در زدن. عرض به خدمتتون که ما در رو باز کردیم پایین، بعد ریختن تو خونه برادر منو بردن. هیچی هم نگفتن که اصلا ایشون چه کار کرده، جرمش چی هست. ما روز بعدم خیلی جا رفتیم برای پیگیری که ببینیم ایشون کجا بردن، ولی اصلا هیچ کس جواب نمیده. همه میگن اگر کسی جایی بازداشتش کرده حتما خودشون خبر میدن. تا الان که نزدیک 4 گذشته و ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، اصلا نمیدونیم کجا منتقل شده. برادر خانم 22 ساله هم تو تجمع ها بازداشت شده بود، 2 نگهش داشتن، لباساشو در آورده بودن تو یک اتاق که خیلی هم سرد بوده و حسابی کتک خورده بود. البته آزاد شده ولی الان دچار مشکل شده از ناحیه پهلوهاش. به نظر من وظیفه ما در قبال بازداشت شدگان قطعا ادامه اعتراضات و مقاومت تا سرنگونی رژیمه، چون قانون فاسد حکومت بازداشت شدگان رو فقط اختشاشگر، معاند، دشمن و برانداز رو نمیدونم این چیزا میدونه و رحم و مروتی در کارش نیست. پس تنها راه ادامه راه کشته شدگان و بازداشتی هاست. نباید فراموش بشن راهی رو که به خواست خودمون بدون رهبری هیچ گروه یا دسته ای آغاز کردیم باید تا آخرش بریم. خدمتتون عرض کنم بعد ما هم یکی از دوستامو گرفتن بردن و هیچ خبری ازش ندارن چند روز الان و خیلی نگرانش هستن
هر کجا میرن نتونستن خبر خاصی ازش پیدا بکنن. این وضعیت الان همه ما هم نگران کرده. اما من با چند تا از این دوستان که صحبت میکردم و علت اینو اگر میتونم من دو کمتر یه دقیقه علت این که چرا اینا اعتراض کردن این جوان ها اگر اجازه بدید من اینو مطرح کنم. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که مردم ایران دیگه به صدای سیما اصلا اعتبار ندارن و صدای سیمای ما جز غیر از فلسطین، لبنان، سوریه. آقای خزایی من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ ما در این هفته در ارتباط با صدا و سیما و عملکردش برنامه داریم. این نظر رو بذارید برای برنامه‌ای که در این ارتباطه. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. بذارید به شهر ری بریم. خانم مریم از طریق تلفن امر ما هستن. خانم مریم، سایر شهروندان در چنین مواقعی چطور میتونن در واقع حکومت رو ملزم به این کنن که در حفظ امنیت جانی شهروندانی که بازداشت شدن دقت بیشتری به خرج بده؟ واقعا جوانامون همه رو سازا میشه که کشتن. آقای سینا قنبری که میگن خودکشی کرده، اینا دروغ میگن. اینا زیر شکنجه این جوانا کشتن. مگه میشه تو قرنطینه بری یه نخه نمیذارن آقای سیراسی با خودشون ببره؟ همچین چیز امکان نداره. اینا گروهی دست جمعی میکشن میبرن جوانا تو بیزره با الیکوپتر دفنشون میکنن. که چندین بار طرف قبل پدرم چند تا گودای دست جمعی دیدم. این ریزیم باید اینو بدونه. ملت همون ملته. ما ها نسل اون ملتیم که را پیمایی کردیم برالی شا که حلم در برالی اینا تا براندازی این ریزیم، یعنی تا افغان نندازیمشون ما دست نمی کشیم. و ملت خوب ملت قبول ایران میخوام تا اونجا که میتونن در آنجا که توان دارن صحبت های خانم مریم. سپاس از شما خانم مریم، نظرشون رو گفتن در برنامه امروز. بذارید به هلند بریم. آقای ناصری از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای ناصری، شهروندان در چنین مواقعی چطور میتونن کمک کنن، هم به خانواده بازداشت شدگان، هم به بازداشت شدگان، همین که حکومت رو در واقع تحت فشار بزنن که در حفظ امنیت بازداشت شدگان دقت بیشتری به خرج بده؟ ببینید، از اینکه این نظام جواب خودش رو، آزمایشه خودش رو پس داده در کشتن آدم ها، در آدم کشی، در جنایت، در خیانت، هیچ واهمه ای از هیچ کس هم ترسی نداره، همه کارم میکنه. این برای تمام دنیا مشخصه. تنها کاری که میشه کرد به نظر من اینه که خانواده بازداشت شدگان این لیستشون رو اعلام بکنن، بذارید لیست جهانی بشه که نظام زیر فشار سازمان های حقوق بشری قرار بگیره قبل از اینکه اینها رو بیان میگن. اصلا ما نگرفتیم. آقای ناصری، همکار من بهروز در بخشی اشاره کرد به اینکه حتی برخی شهروندان دو تابعیتی بودن که به ایران سفر کردن و اونها هم در زندانهای ایران جونشون رو از دست دادن. بله دقیقاً همینطوره. قبل از اینکه ببینید، ما داشتیم زهرا کاظمی رو، اینا اگر راست میگن که این جوون 22 ساله آقای قنبری که جونش رو به خاطر خودکشی از دست داده، اگه اینا واقعاً یک سر سوزن صداقت دارن، جسد این جوون رو بدن دست یک پزشک قانونی یک کشور بی‌طرف مثل سوئیس، چه میدونم، بدن به اونجا این رو به کالبد شکافی بکنن، بگن آقا این طبق نظر یک سازمان بین‌المللی بی‌طرف، سازمان حقوق بشری یا سازمان ملل، کالبد شکافی شد، این که جوان خودکشی کرده. با یک دی‌ان‌تست میتونن بفهمن که چقدر تو سر کله این جوان زدن یا چه دارویی بهش دادن که یک خانواده رو به حساب دچار غم و اندوه کردن. برای اینکه این جوان وارد توی خیابون خواستش رو اعلام کرده. اینها این دستگیر شدگان همون ملت پرغیرت و با غیرتی هستن که موقع انتخابات برای آقایون توی تلویزیون این مرامر صفای میسن، حالا شدن دشمن. این نظام قابل اصلاح نیست. فرزان میگه که یکی از نزدیکانم از مسجد سلیمان در قزوین دانشجو بوده، الان 5 روز کل قزوین رو زیر رو کردیم، خبری به ما نمیدن، مادر و پدرش جز گریه کاری ندارند، به تمام آشناها و افرادی که در قدرت بودن رو زدیم اما میگن از عهده قدرت ما خارجه. کاملیا هم پیشنهاد میکنیم که میگه باید همراه خانواده های زندانی بریم جلوی زندان بست بشینیم. جواد میگه مردم باید حمایت کنند، باید تجمعات روبروی زندان اوین و سایر زندان ها برگزار بشه. در فیسبوک هم پیمان میگه
باید همه مردم تجمع کنن جلوی زندان اوین، هم صدا بشیم با خانواده بازداشتگان و برای آزادی بی شرط اونها و اینکه نذاریم صدای جنبش اعتراضی بخوابه. آخرین کامنت هم از آقای محمدی است که ناامید و میگه کاری از دست مردم بر نمیاد. بله، برنامه امروز با موضوع سرنوشت بازداشتگان اعتراضات اخیر به پایان رسید.